حالا با ما بانو صدیقه مصدق فعال حقوق زن در برنامه وصل است که روی مشکلات معلمین صحبت با ایشان خواهد داشتیم. بانو مصدق ممنون از حضورتان. آینده معلمین افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا واقعا یک فاجعه به خاطر معارف وجود دارد در آینده افغانستان؟ صدیقه مشتاق هستم. البته خیلی تشکر از اینکه ما را به برنامه دعوت کردید و در مورد بحث میخوایم صحبت بکنیم. ببینید آینده معلمان و معسلین سنوپ شش به بالای مطابقه به حال بگانی تاریکی هست. یعنی یک آینده واقعا اصلا هیچ کس قابل نمیتونه قابل قبولشان نیست. خصوصا جامعه جهانی که اصلا برشان قابل قبول نیست. چرا دختر خانم های سنوپ شش به بالا نمیتونن در مکتب هاشون حضور پیدا بکنن؟ صرف به خاطر از اینکه یک طرح ترتیب مسئولیت برای خانم ها هنوز سوال ترتیب نشده و یا اینکه خانم هایی که استاد بودن و در مکاتب تدریس میکردن اونا از کارشان باز ماندن به خاطر از اینکه یک مسئولیت برای کاری برشان در نظر گرفته شود. متاسفانه تعداد زیادی از استادای ما، از معلمین ما که تنها ناناور خانواده خود بودن فعلا بیکار هستند و فقر و بدبختی هم متاسفانه در افغانستان رو به افزایش از بیکاری و بالا رفتن نرخ مواد غذایی، اینا رو همه یک چالش بزرگ است که من فکر میکنم اینا بسیار مثلا وحشتناک است و خصوصا برای دختر خانمایی که سالها درس خواندن، مکتب خواندن و حالا سنف شش به بالا هستن و منتظر ازی هستن که ادامه تحصیل تعلیم بدن و برای خود آینده بسازن، اما متاسفانه در کنج خانه هستن و ما بعضی از اونها که باهاشون صحبت میکنم متاسفانه مشکلات روانی دچار شدن. این واقعا قابل تشویش هست. دختر خانمایی که امسال قرار بود امتحان کنکور بدن یا امسال سنت 12 بودن، اما متاسفانه اینا فعلا سرنوشتشون نامعلوم است. این یک فاجعه بزرگ است برای تمام دختر خانم‌ها و حتی استادایی که متاسفانه فعلا در کنج خانه نشستن و از رفتن به وظیفه‌شان منع شدن. این یک واقعا مشکل بزرگ است. ما امیدوار هستیم که حل شود، که البته فکر میکنم زمان زیادی لازم داره تا اینا بخواین تصمیم بگیرن دولت امارات اسلامی در مورد از اینا و تا به حال رم که میبینیم نزدیک میشیم به فصل آخر امتحانات اخیر سال که تا به حال را متاسفانه دختر خانم های ما که اصلا شش به بالا بودن نتونستن مکتب برن و از درساشو پس ماندن. در اول سال با کرونا مواجه بودیم با متاسفانه در ماه اسد به این مشکل و نزدیک به امتحانات اخیر سال میشیم و متاسفانه هنوز تصمیم برای زنا گرفته نشده. این آینده از اینا را نامعلوم ساخته برشون، نوازه هست متاسفانه. بله، روز گذشته 13 میزان قرار بود که روز معلم، گرچه در ولایت های مختلف و در مکاتب بعض مکاتب دولتی و همچنان خصوصی تجلیل شده از این روز، ولی نه به گونه 20 سال پیش. چی ارزیابی دارین از این تجلیل نشدنی از این روز و چی تاثیر بد میتونه داشته باشه بالای روحیه استادان و همچنان بالای تجلیل نشدن روز معلم که یک روز خاصی است در یک سال برشان و یک روز تجلیل نشه، امید دیگر خواهد برشان بود که اینا به کارشان ادامه بتن؟ ببینیم فعلا ما متاسفانه در شرایطی قرار داریم که تجلیل از روز استاد معنای واقعی بر از ما بیره میته که روز استاد رو وقتی تجلیل شده که اینا بتانن به وظایفشان برگردن. در حالتی در صورتی که اینا در خانه هاشان هستن تجلیل روز استاد بر از اینا فعلا نامعلوم است. متاسفانه دیروز روز استاد بود و من خبر شدم و متاسفانه آگاه بودیم که تعداد زیادی از دوستای ما معلم بودن گله را داشتن که هیچ روز از ما تجلیل نشد و نتانستن این را بزرگ داشته باشن. مثل هر سال، هر سال یک جمع جوشی در بازارا بود و اطفال یا کسایی که در مکتب بودن و یا معسلین متعلمین بودن برای استادای خود تو تایفی در نظر میگیرد و واقعا برنامه های خیلی خوبی در نظر گرفته میشد. من خبر دارم که متاسفانه در بعضی مکاتب خیلی به صورت محدود بدون حضور دختر خانم هایی که هستن شش به بالا هستن مراسم بسیار مختصر گرفته شده و تجلیل های گرفته برنامه های گرفته بودن اونا بسیار مختصر بوده، اما متاسفانه روز از اونا واقعا به شکل اساسی در نظر گرفته شده بود واقعا تجلیل نشد و این فعلا فعلا مهم نیست. من فکر میکنم همین برگشت از اینا توقعی فقط استادا همین شده که ما فقط به سر وظایف خود به کارهای خود برگردیم و این مشکل اصلیشان است واقعا. همگی
یا نانوار خانه، تنها نانوار خانه هستند، یا ای که کمک بودن برای خانوادشان که فعلا متاسفانه قطع شده، معاشاتشان برشان پرستاده نشده و اصلا آینده هم و آینده که میبینن تاریک است. من فکر میکنم استاد در جامعه افغانستان نقش رول بسیار اساسی داره، بسیار اساسی. و وقتی که نیمی پیکر از جامعه خانوم ها در مکاتب حضور نداشته باشند، این به معنای از ایست که نیمی از کشور فلج است و هیچ امیدی به این نیست که ما بخوایم بگیم آینده روشنی در انتظار افغانستان وجود داره، خصوصا بر دختر خانمای ما، کسایی که سالها امید کردن، زحمت کشیدن و یا استادایی که واقعا سالها در این راه زحمت کشیدن، تعلیم و تربیه را پیش بردن و حالی متاسفانه در کنج خانه هستند. این یک ناامیدی بسیار بزرگ است. حالا ناامیدی به یک سو و مشکلات روانی که دارن به یک سو و مشکلات فقر و بدبختی که فعلا گریبان خانواده از اینا را و خودشان گرفته، متاسفانه سوی دیگر است. من فکر میکنم اگر هر چیز زودتر در مورد از اینا تصمیم گرفته نشود، یک فاجعه انسانی واقعا رخ میده و واقعا قابل تشویش است. امیدوار هستم که در این عرصه هم جامعه جهانی و هم مردمی که خود سازمان های به اصطلاح مدنی هستند، برای انسان ها، برای حقوق بشر کار میکنند، در این مورد حتما تجدید نظر کنند و با دولت امارت اسلامی فشار بیارند و اونا را وادار به این بسازند که هر چه زودتر برای از قشر، از قشر واقعا مظلوم، واقعا خانمای ما فعلا در افغانستان مظلوم هستند، به شکلی که ما میبینیم متاسفانه به ظلمی قرار گرفتن که اصلا قابل توصیف نیست. خیلی خوب. نظام آموزشی در 20 سال گذشته آیا واقعا پیشرفت خوبی داشت یا هم پیشرفت باید میکرد که تا هنوز نکرده؟ ما در 20 سال اخیر خدا رو شکر از زمان دوره سیاه طالبان قبلی که ما داشتیم، خوب کسایی بودن که در مکتب نرفته بودن، به کارگی وقتی که زمان حکومت جدید به اصطلاح کرزی شروع شد نتانستن دوباره به مکتب برن و تعداد زیادی از دختر خانمایی که از درس محروم بودن برگشتن به مکتب و درس و تحصیل و تعلیم و این جای خوشبختی بود واقعا. البته در ما یک چیز رو برتون توضیح بدم، در دیگر دنیا، در دیگر ممالک، این یک حق اولیه یک بشر است، یک قانون، یک فرمان است بتونه مکتب و تعلیم استفاده بکنه. اما برای ما متاسفانه این یک امتیاز جهل که در و خدا رو تانستن دخترهای ما به مکتب رفتن. بسیار کسا رو داشتیم که مدهی 20 سال تعلیم کردن، تحصیل کردن، بسیار به مدارج بالا رسیدن، استادهایی داشتیم واقعا نخبه بودن، داریم هم هنوز هم و بسیار پیشرفت خوبی بود که متاسفانه فعلا به یک بارگی همه این پیشرفت ها سرکوب شد، از بین رفت و هنوز مشخص نیست که واقعا چه اتفاقی برای مردم خصوصا برای خانم‌ها میفته و اصلا هیچ کس به آینده خودش امیدوار نیست. دوش مشکلاتی که پیشتر هم گفتم، مشکلات روانی به یک سو و مشکلات دیگه که در جامعه وجود داره، همه را تحت فشار قرار داده، خصوصا دختر خانم ها که من با اونا در ارتباط هستم، بسیار رنج میبرن و از اینکه نمیدونن که چه باید بکنن و چه تصمیمی در قبال از اونا خود گرفته شد، بسیار پریشان و ناراحت هستن. من فکر میکنم پیشرفت خوب بود ولی به اندازه کافی کار نکرده بودن، ولی ما به همین هم قانع بودیم و لازم میدیدیم که دختر خانم ها در مکتب، در تحصیل و تعلیم حضور داشته باشن که بودن، اما متاسفانه به یک بارگی همه اینا سلب شد. خیلی خوب. اگر دورنما داشته باشین بانو مشتاق در آینده معارف افغانستان و همچنان دختران و همچنان پسرانی که مشتاق بودن یا علاقمند بودن که درس خود را ادامه بده و پنتون بخوانند، ارزیابی و دیدگاه شما یا هم گذشت زمان ثابت می سازه که روز به روز مکاتب و همچنان بعضی از افراد و بخصوص جوانان دل سرد شده از درس و این چیزها، چی ارزیابی دارین که آینده معارف افغانستان رو به بهبود است و یا هم رو به شکست؟ ما با این حالت وضعیتی که من میبینم، من فکر میکنم رو به شکست است. ببینین وقتی که در تمام مکاتب اجازه داده میشه برای همه مسئله تعلیم، فقط به دختر خانم ها اجازه داده نمیشه، اینا از درس میمونن و یکی که یک اگر خبر شده، خبر دارین شما که میگن که نصف نیمی از مزامین باید مزامین اسلامی باشن. خب ما هیچ وقت این رد نمی کنیم که ما مسلمان هستیم و تمام مزامین ما مشکل نداره، ولی در کنار مزامین اسلامی ما
و مشابه نیاز به یک مثلا درس های اساسی اینا بتونن به آلمان برای کشان برای شغلای بعد بسیار خوب آماده شوند چون مضامین اساسی بسیار مهم است نه تنها در کشور ما بلکه تمام دنیا این بسیار یک واضح است که تمام مضامین اساسی برای همه متعلمین و محصلین در نظر گرفته شود اگر خب بخوایم به این سیستمی که فعلا هست نیمی از جامعه در حضور نداره سیستم اسلامی است ما مشکل ندارم گفتم ما اسلامی بودیم و اسلامی هم هستیم اما نه به این شکل تعدادی از جوانای ما به شدت تحصیل و تعلیم دور شدن کسایی بودن که مهاجر شدن کسایی هستن که فعلا به دلیل ترس نمیتونن نمیخواین اسلامی تحصیل بکنن تعلیم بکنن فامیلشون بهشون اجازه نمیده که اینا بخواین برن مکتب خدا ادامه بدن یا پانتون خود از پانتونای خصوصی خبر داریم متاسفانه 50% یا 60% از محصلین خود از دست دادن که اکثر از اینا دختر خانم‌ها بودن یک فاجعه است به نظر من وقتی که در کشور تعلیم نباشد تحصیل نباشد ما فکر میکنم کشور رو به سقوط است رو به انزوا است رو به تاریکی است و هیچ آینده روشنی در انتظار از خود نبود و وقتی که تعلیم و تحصیل نباشد طبعا امکان داره جوانای ما برای بسیار بدتر مثلا مواجه شوند به اعتیاد و دوزی به هر چیزی اختلاف به هر چیزی دیگه و این ناامنی را بسیار زیاد واضح هست که میسازم دختر خانمای ما مجبور باشن در خانه باشن فقط در انتظار ازدواج باشن این ما فکر میکنم از هر لحاظ که ما این رو فکر میکنیم یک فاجعه است بله. امیدوار است این مشکل هر چیز زودتر حل شد خیلی خوب اگر در اخیر نظرتان رو بگوین که آیا جامعه جهانی مانند وعده های قبلا خود که بر رسمیت شناختن امارت اسلامی را شرط اساسیش نماندن تحصیل بانوان است و همچنان کودکان است. آیا به این پابند خواهد بود یا نه؟ من امیدوار استم که جامعه جهانی پابند بمانه و واقعا اگر نخواهد که این شرط سرش تاکید بکنند من فکر میکنم دیگه هیچ چیزی معنا نخواهد داشت. شرط اصلی تمام من فکر میکنم دیگه شرط ما باید کنار بذاریم و شرط اصلی برای زیبان تحصیل و تعلیم و حتی وظیفه رفتن و رفتن به شغل وظایف برای خانم ها و اولین اصل و اولین بنا برای رسمیت شناختن دولت امارت اسلامی ما آرزو میکنم و باز هم امیدوار هستم که تمام کسایی که در این راستا کار میکنن برای زی تلاش و کوشش کنن و هم من هم به نوبه خودم هر کس به نوبه خودش در این راستا تلاش کنن از این پروژه انسانی و از این آینده کاری که بر دختر خانم های ما قرار دارد این حالت قرار دارن جلوگیری شود به امید این روز تشکر بانو صدیقه مشتاق از حضورتان ممنون